امروز که ما اینجا جمع شدیم، کردستان بار دیگر به فراخوان احزاب کرد جواب مثبت داد و همه کردستان در اعتصاب عمومی قرار گرفت. متاسفانه چند نفر زخمی شدند در شهرهای سقز و دیگر شهرهای کردستان، که امیدوارم این جنبش و این انقلاب با کمترین باج به زودی به ثمر برسه. به نام زن، زندگی، آزادی و به یاد ژینا و تمام عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند. همانگونه که بر روی مزار ژینا نوشتن ژینا جان تو نمیمیری و نامت رمز ما خواهد شد، امروز ژینا اسم رمز انقلاب بزرگ و تاریخ ساز زن، زندگی، آزادی. سلام و درود به مردم بزرگ ایران، به ترک، لور، فارس، بلوچ، عرب، کرد، ترکمن و همه و همه که در یک سال گذشته رشادت و ایستادگی مثال زدنی را مقابل وحشی ترین رژیم قرن رقم زدند و تحسین همه جهان را برانگیختند. علی‌رغم تلاش و مبارزات فعالین سیاسی طی 40 سال گذشته، تصور عموم جهان از مردم ایران همسویی و تمکین به قوانین متحجر و واپسگرای جمهوری اسلامی بود. اما باید بگویم در مدت یک سال گذشته اراده شما را برای آزادی و بنیاد نهادن ایرانی آزاد، دموکرات و کثرت‌گرا را دیدن و این توهم را زدودن و از ته دل تحسینتان کردن. با گام ها و مشت ها و فریاد هایتان هم نوا و هم آوا شدند، از جا برخاست و تکریمتان کردند و ما مفتخر شدیم. احزاب و جریانات سیاسی اپوزیسیون ایرانی در خارج تلاش های پیگیرانه ای برای هرچه رساتر کردن صدا، فریاد و خواست و مطالبات شما به گوش جهانیان انجام دادن که جای تقدیر دارد. اما باید بدانیم آنچه رژیم دیکتاتور و توتالیتر را ساقط و سرنگون می کند تنها اعتراض خیابانی نیست، بلکه مکمل آن کیمیای وجود آلترناتیو برای این رژیم را بوده. سیل خروشان مردم هر کس را که از جنس این انقلاب و برای این انقلاب نباشد با خود خواهد برد. رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در مدت انقلاب زن، زندگی، آزادی وحشیانه ترین سلاح و ابزارها را علیه مردم حق طلب ایران به کار گرفت. به مقر احزاب کرد حمله کرد، شهرهای کردستان را به میدان جنگ تبدیل کرد و با سلاح سنگین جنگی رو به مردم آتش گشود. این روزها و در سالگرد قتل حکومتی ژینا نیز شاهد لشکرکشی به شهرهای کردستان و آماده شدن این رژیم برای جنایتی هولناک‌تر از گذشته هستیم. اما اگر همه متحد و همبسته باشیم، ما بیشماریم و توان عبور سرنگون کردن این رژیم را داریم، وگر نباید منتظر تاریک ترین لحظات تاریخ ایران باشیم. همه میدانیم که زندان، شکنجه، اعدام و کشتار اولین و آخرین ابزار این رژیم رو به زوال است و همه این جنایت ها از ترس است، نه از اقتدار. کنار هم باشیم، کنار هم بمانیم که صبح پیروزی نزدیک است. مردمان شجاع، دلیر و آزادی خواه ایران کار ناتمام خود را تمام خواهند کرد. در این راستا ما همچنان که صدای مردم مان بودیم، هستیم و خواهیم بود. جن، جیان، آزادی. نمیفهمی بی خانمانی تو شبای سر، اون به درد و ببین تو نگاه مردم، به یه شب شهر نگاه است. تو مدرسه که نمیبینی ستاره ها رو، نمیتونی درک کنی غم شرای ما رو، هرگز گلوله خفه نکنه صدای سازو، من را به یه حقیقت هم انکارش با تو،
این وعده هایی که دادی به کام ما نیست، تو توی روزتم حتی ستاره داری، آسمون ما شبا فقط آتیش میباری. جن جیان آزادی کوینا لیب فریهیت det slagordet täckte inte bara landet Iran utan har ekat i våra öron i ett års tid och över hela världen. Ni som följer nyheterna kanske såg att det stod någonting på Ginas grav. Jag berördes extra mycket idag då min dotter Sanna som är 17 år sa mamma, Ginas pappa är gripen. با همی جنگیم بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 ما نمی ترسیم ما با هم هستیم تا ایران رو پس بگیریم همه می دونیم که پیروز میشیم آزاد زندگی آزادی برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، Woman life freedom، کوینا لیف فریهیت، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. از سرکار خانم ناتالی نور برای اجرای ترانه‌ای دعوت می‌کنیم تشریف بیارند. شهروند مردم خانم روک ناتالی نور شما که خانم بلا چاو براست. برکم روک ناتالی. Vi ska sjunga en egen version av Bella Ciao som är outro-låt i dokumentären Sanatu Mulla som går nu på bio. Så gå och se den, det handlar om Iran. Thank you.
جنبش زن زندگی آزادی نشان داد در ادامه مبارزات مردم ایران علیه استبداد دینی که ما را میتوان کشت، نابود نمیتوان کرد. اگر حکومت اسلامی نفهمیده است، اگر نفهمیده است که با سرکوب، با کشتار، با پروپاگاندا نمیتوان اراده معطوف به تغییر را در ملتی نابود کرد، بداند آن زنان، آن جوانان، مردم بلوچ، کرد، عرب، فارس، آذری در همه جای ایران یک حرف مشترک دارن: جمهوری اسلامی نمیخوای، نمیخوای. جمهوری اسلامی نمیخوای، نمیخوای. اگر جمهوری اسلامی میپندارد میتواند با تفرقه افکنی، با تهدید، با سرکوب اراده ایرانیان را از پا در بیاورد، بداند نه آن حکومت پلیسی و نه تمام عوامل مزدور آن که سعی میکنند در میان ایرانیان تفرقه بیاندازند، نمیتوانند همبستگی متکثر جامعه ایرانی را خدشه‌دار کنند. درود به این همبستگی متکثر ایرانیان. و اما پیامی به کسانی که کوشیدن جنبش زن زندگی آزادی را به انحراف ببرند، آنها که کوشیدند چندگانگی سیاسی، فرهنگی، اتنیکی، سنی و تمام تنوع این جامعه را نادیده بگیرند و تک صدایی را به آن تحمیل کنند، بدانند اگر رازی برای پیروزی وجود داشته باشد، حفظ این چندگانگی و چند صدای جنبش زن زندگی آزادی است. و کلام آخر، حکومت جمهوری اسلامی ایران هنوز از برتری پلیسی برخوردار است. هنوز با توان سرکوب میتواند این جنبش را به عقب براند. اما بداند جمهوری اسلامی ایران پرانتزی تاریخی در تاریخ ملت سربلند ایران است. بنابراین عهد میبندیم با جنبش زن زندگی آزادی تا پیروزی آن و برچیدن این نظام مبارزه را ادامه بدهیم. ممنون.